به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر دوستای عزیز. به سلسله میتابولیزم پروتین ها و امین اسید ها در این پریزنتیشن ما شما سر بایو سنتز امین اسید های غیر ضروری صحبت میکنیم. امو امین اسید هایی که در بدن ما سنتز شده میتونه و ما ضرور نیست یا نه بسیار احتیاج نداریم کوره از طریق مواد غذایی بگیریم. خب نتایج متوقعه از این درس ما است که در آخر از پریزنتیشن مسئولین قادر باشه که امین اسید های ضروری و غیر ضروری را نام گرفته بتنند و مهم گپی است که منابع امین اسید های غیر ضروری را در بدن ما نام گرفته بتنند که مثلا بر کدام امین اسید کدام منبع وجود داره که از او امین اسید های غیر ضروری در بدن ما ساخته میشن. خب اگر یک مرور داشته باشیم، یک معرفی قبلا داشته باشیم، نرسیدن مواد غذایی کافی و مناسب باعث امراض سوء تغذیه میشه، باعث مشکلات سوء تغذیه میشه. نظر به اینکه کدام نوع مواد مغذی برای خصوصا بر اطفال نرسیده، نوعیت سوء تغذیه دو نوع است. یکی به نام کواشیرکور یاد میکنن، این نوعیت امین اسید است، نوعیت سوء تغذیه است که از کمبود امین اسیدها به وجود می آید، به خصوص امین اسیدهای غذایی ضروری که در این نوع سوء تغذیه طفل پوندیده معلوم می شه، حالت پوندیده را داره، چون حالت وضعی ما بسیار داشته می باشه. به خاطر که ما می فهمیم که امین اسیدها منبع سنتز پروتین هاست، یعنی پریکرسر یا پیش قدم پروتین هاست و عمده ترین پروتینی که باعث نگهداری آزمولارتی عضویت ما میشه، یعنی انفشار آزموتی که نگهداری میکنن، البومین است و البومین باعث میشه که خون مایات در اویه ها نگهداری شه و به طرف مایات بین النسجی نبره. زمانی که سویه امین اسیدها در بدن ما کاهش پیدا میکنه، باعث میشه که سنتز البومین هم به مشکل دچار شود و سنتز البومین کاهش پیدا کنه و باعث عضای ما شود، که نمی حالت به نام کواشیرکور یاد میشه. حالتی است که سوء تغذیه از کمبود امین اسیدها هم دادن به وجود میه، در حالی که مواد کالوری دار یا مواد انرژیزای مثل کربوهیدرات طفل گرفته میگیرد، ولی مواد امین اسید و اسیدی یا منابع پروتئینی و امین اسیدی را به اندازه کافی نمیگیرند، باعث تکلیف یا سوء تغذیه کواشیرکور میشه. عمدتاً در پیش بعض خانواده هایی که توجه بر مواد غذایی اطفال خود نمی کنند، تنها از مواد شیرین مثل شیر و مثل شیرهای پودری یا مثل بسکیت و چیزهای شیرین زیاد می تن، ولی توجه نمی کنند که طفل بر مواد پروتئینی هم بسیار زیاد ضرورت داشته می شود. از این خاطر یک تعداد اطفال که به سوء تغذیه کواشیرکور مواجه می شود، نسبت به خاطر غفلت والدین یا عدم آگاهی والدین است. نوع دوم سوء تغذیه به نام مرسموس یاد میشه. این نوع سوء تغذیه طوری است که هم کمبود کالوری می باشه و هم کمبود بعض امین اسیدهای خاص مثل تریپتوفان و لایزین یام می باشه، یعنی در کل هم کالوری گرفته نمیتونه و هم به اندازه کافی امین اسیدها را گرفته نمیتونه، یعنی مواد غذایی از یا کم است که شما میبینید در این شکل که اطفال بسیار عضلاتشان بسیار ضعیف شده یا از بین رفته، یک تنها به اصطلاح ما شما بگیم که یک پوست استخوان مانده میباشن، یا نرسیدن مواد غذایی کافی بر از یادتون میشه که نه مواد انرژیزا را گرفته میتونن و نه مواد پروتینی را گرفته میتونن. خب همین اسیدها از نگاه ازی که ضرورت است که ما از طریق مواد غذایی بگیریم در داخل بدن ما ساخته نمیشه و یا در داخل بدن ساخته میشه، زیاد ما وابسته به مواد غذایی نمی باشیم. از این خاطر اینه به دو دسته تقسیم بندی کردن، ضروری یا اسنشال امین اسید و نان اسنشال امین اسید یا غیر ضروری، یا البته ضروری و غیر ضروری از نگاه مواد غذایی است. ببینید که تمامی امین اسیدها را که ما نام میگیریم، یه تمام امین اسیدها در سنتز پروتئین نقش دارن، بلان در بدن وظایف بسیار مهم را اجرا میکنن، از اون نگاه ضروری نه، بلکه از نگاه ازی که آیا ضرور است که ما طریق مواد غذایی بگیریم میشه یا در بدن ساخته میشه. او امین اسیدهایی را که نیاز است که ما از طریق مواد غذایی بگیریم و در بدن ساخته نمیشه، رو امین اسیدهای ضروری میگیم یا از نگاه مواد غذایی ضروری میگیم که نوتریشنالی اسنشال امین اسید یاد میشه، که شامل ارجینین، هیستیدین، ایزولیسین، لیوسین، لایزین، میتونین، فینیلالانین، تریونین، تریپتوفان و والین است.
البته یاد ما باشه که هر جنین یک به نام امین اسید های نیمه ضروری ها میاد میشه، یا امین اسید نیمه ضروری، به خاطر که در اطفال به اندازه کافی تولید نمیشه که تکافوی نشونموی از اوره کنه، بنان ضرور است که سریق مواد غذایی بگیرن، ولی در کهالان ها به اندازه تولید میشه که تکافو کنه برشون. و میایم سر امین اسید های غیر ضروری. امین اسید های غیر ضروری امین اسید است که در داخل بدن ما ساخته میشه از مرکبات پیش قدم دیگه که در سلاید های بعدی میبینیم، که البته پریزنتیشن مسلمی بس میچرخه، شامل الانین، اسپاراجین، اسپارتید، سیستین، گلوتامید، گلوتامین، گلایسین، هایدروکسی پرولین و هایدروکسی لایزین که دو امین اسید است که البته از پرولین و لایزین به دست میاد، خود پرولین، سیرین و تایروزین هستند. این امین اسید های هستند که در داخل بدن ما از امین اسید های دیگه مثل امین اسید های ضروری و یا از مرکبات پیش قدم مثل کربوهیدرات ها ساخته میشن. کالا میریم دانه دانه یاره مطالعه میکنیم. خب امین اسید ها را اگر ما در نظر بگیریم، از جمله 11 امین اسیدی که در بدن ما ساخته میشه و امین اسید های غیر ضروری هستن، البته در کاهلا که در بدن ساخته میشه، تقریبا 9 دانه از این امین اسید ها از میتابولیسم کربوهیدرات ها به دست میاد. میبینید شامل گلایسین است، سیرین، سیستین، الانین، اسپاراجین، اسپارتیت، همین رقم گلوتامید، گلوتامین، پرولین، آرجینین. یه امین اسید های هستند که از میتابولیزم یا به اصطلاح بگیم از کتابولیزم کربوهیدرات یا گلوکوز به دست میاد. خب از این 4 امین اسیدش از مرکبات بین البینی گلایکولایز به دست میاد. گلایکولایز اگه یادتون باشه گفته بودیم که زمانی که گلوکوز به پایروویت تبدیل میشه در سایتوپلازم حجرات، این همین پروسه که برام چیات میکردن گلایکولایز یاد میکردن، که از این جمله سیرین، گلایسین، سیستین و الانین امین اسید های هستن که از مرکبات بین البینی چی به دست میاد؟ مرکبات بین البینی گلایکولایز است. و باقی مانده مرکبات ما بعد امین اسید های بعدی که تقریبا 6 امین اسید است، این امین اسید ها از مرکبات بین البینی کرپ سایکل به دست میان، یعنی از اون مرکبات چی میشه؟ ساخته میشه. بله، ولی در کل اگر بگویم تمامش بازم از کربوهیدرات ساخته میشه، درست است؟ و تنهای تایروزین ببینیم که از فینیلالنین از یک امین اسید ضروری دیگه چی میشه؟ ساخته میشه. باقی ببینین اسپاراجین، اسپارتیت، گلوتامید، گلوتامین، پرولین و آرجینین، تمامش از مرکبات بین البینی کرب سایکل به دست میاد. که هر کدام از ایره به تفصیل میخوانیم. خب اول سر امو امین اسیدهای صحبت میکنیم که از ترکیبات یا از مرکبات بین البینی گلایکولایز به دست میاد. که اولین امین اسید، امین اسید سیرین است. این امین اسید سیرین میبینید زمانی که گلوکوز به گلایکولایز میره سه فاسفوگلیسیرات تبدیل تولید میکنه، البته اگه یادتون باشه به دو مرکب سه کربنی تبدیل میشه، دای هایدروکسی اسیدون فاسفید و گلایسرالدهید سه فاسفید. گلایسرالدهید سه فاسفید میره سه فاسفوگلیسیرات میته که سه فاسفوگلیسیرات به سیرین تبدیل شده میتونه، و سیرین میتونه سیستین بته و یا هم گلایسین بته. سیستین میتونه که باز دوباره پایروویت تبدیل کنه، همین رقم گلوکوز با آخر مرحله گلایکولیز که میرسه پایروویت تبدیل میکنه، پایروویت میره الانین تبدیل تولید میکنه، درست است؟ ببینید 4 امین اسید است که از مرکبات گلایکولیز به دست میاد، یعنی از مرکبات بین البینی تعاملات گلایکولیز است که در کربوهیدرات ها خوندیم. اولین امین اسید سیرین گفتیم، سیرین از سه فاسفوگلیسیرید ببینیم توسط انزایم سه فاسفوگلیسیرید دیهایدروجنیز به سه فاسفوهایدروکسی پایروویت تبدیل میشه، این بالاخره به سیرین تبدیل میشه، البته اول به فاسفو سیرین تبدیل میشه، توسط انزایم فاسفو سیرین فاسفاتیز به سیرین تبدیل میشه. که ببینید از مرکب بین البینی گلایکولایز سیرین امین اسید سیرین تولید شد در بدن، بران زمانی که ما گلوکوز داشته می باشیم امین اسید سیرین به اندازه کافی در بدن تولید میشه. زمانی که به اندازه کافی امین اسید سیرین تولید شد، انزایم فاسفاتیز هم نهی میکنه و انزایم سه فاسفوگلیسیرید دیهایدروجنیز نهی میشه، باعث میشه که تولید سیرین کاهش پیدا کنه. اما زمانی که سیرین به اندازه کافی در بدن ما نمی باشه، نیاز می باشه که سیرین
تبدیل شود انزایم سه فسفوگلیسیرید دیهیدروژنیز تنوع میشه و این انزایم باعث میشه که از سه فسفوگلیسیرید بالاخره چی رو تبدیل کنن؟ امین اسید سیرین تبدیل کنن. خب امین اسید سیرین شد. حالا میریم به مرحله بعدیش امین اسید گلیسین میبینیم. دیدیم که از امین اسید سیرین عمدتا از امین اسید گلایسین ببخشید امین اسید گلایسین عمدتا از امین اسید سیرین ساخته میشه و سیرین مستقیما از سه فسفوگلیسیرید تبدیل میشه از مرکب بین البینی گلایکولیزس. خب عمده ترین مسیر چی هست که گلایسین از سیرین تبدیل میشه؟ توسط انزایم سیرین هایدروکسی میتال ترانسفریز که در اینجا پریدوکسال فاسید یا ویتامین بی 6 به شکل کوانزایم عمل میکنه و همینجا ویتامین بی 9 یا فولات هم در نقش تتراهایدروفولات و میتیلین تتراهایدروفولات نقش داره که البته یک تعامل رجیست میتونه از گلایسین سیرین ساخته شده وقت ضرورت از سیرین گلایسین ساخته شده که عمده ترین مسیر همی هسته. یک مسیر بسیار ناچیز که از تریونین هم گلایسین ساخته میشه که در اونجا هم پایرودکسل فاسفیت به شکل کوئنزایم عمل میکنه بسیار ناچیز است. و در پستانداران یک مسیر دیگه هم وجود داره که از کولین ببینید از کولین یک امینو الکل است. زینه چی ساخته میشه؟ گلایسین ساخته میشه. به این شکل کولین بالاخره مسیر تای میکنه و گلایسین ساخته میشه. ولی عمده ترین مسیر مسیری چی هست که از سیرین گلایسین ساخته میشه و خود سیرین از مرکب بین البینی گلایکولیز است. خب میایم امین اسید سیومی رو میبینیم که از مرکبات گلایکولیز ساخته میشه سیستین است. این امین اسید یکی از امین اسیدهای سلفردار است. البته در اینجا چی کار نقش دارم؟ شما ببینید اسکلت کربونی خود از سیرین میگیره. سیرین از کجا ساخته میشد؟ از مرکب بین البینی گلایکولیز است. البته امین اسید سیستین بخش اسکلت کربونی خود از سیرین میگیره و البته اسکلت کربونی و گروپ امینی خودم و بخش سلفر خود از میتیونین میگیرم. میتیونین یک امین اسید ضروری است. بنان میتیونین بخش سلفرش میته و باقی مانده بخشه که بخش اسکلت کربونی و گروپ امینش است سوره سیرین میته. و خب البته میتیونین اول به هوموسیستین تبدیل میشه. هوموسیستین با سیرین داخل تعامل شده توسط سیستینین سنتز یک انزایم. در اینجا ببینید بازم پایرودکسال فاسید یا ویتامین بی 6 به شکل کوئنزایم عمل کرده. مرکب سیستینین میته. سیستینین دوباره توسط سیستینینیز تجزیه میشه که به مرکب الفا کتو بیوتایرید. الفا کتو بیوتایرید دوباره میته سکسونال کوئنزایمی یک مرکب چی است؟ بین البینی کرب سایکل است. و باقی مانده سیستینین به چی تبدیل میشه؟ به سیستین تبدیل میشه. امین اسید سیستین. امین اسید سلفردار است. بنان یک امین اسید غیر ضروری است. در بدن چی میشه؟ سنتز میشه. زمانی که سیستین زیاد تولید شده به شکل فیدبک منفی میتونه سیستینین سنتاز چی کنه؟ نه کنه و باعث میشه که سنتز سیستین جدید توقف پیدا کنه. درست است؟ ببینین ویتامین بی 6 بسیار نقش اساسی داره. یکی از کوئنزایم های بسیار مهم که در متابولیسم امین اسیدها نقش داره پایرودکسل فاسفید یا ویتامین بی 6 است و میرقم تا یک اندازه در یک تعداد امین اسیدها در متابولیسمشان ویتامین بی 9 نقش داره. خب کمبود ویتامین بی 6 و یا هم سیستینین بیتا سنتاز که نی انزایم است باعث میشه که هموسیستین در دوران خون ما بلند شود و باعث تکالیف قلبی شود. چرا با سیستین چی نمیشه؟ تبدیل شده نمیتونه. بنان اگر ما در غذای خود میتونین به اندازه کافی نداشته باشیم، یعنی امین اسید ضروری میتونین را از طریق غذا نگیریم، به فقدان سیستین هم چه میشیم؟ مواجه میشیم. امین اسید چهارمی که از مرکبات بین البینی گلایکولیز به دست میاد امین اسید الانین است. امین اسید الانین یکی از عمده ترین امین اسید هاست که در گلوکونیوجنسیس نقش داره. ما شما یک مسیر به نام گلوکوز الانین سایکل یا الانین گلوکوز سایکل خونده باشیم در بخش کربوهیدرات اگه یادتان باشه. این الانین چی کار میکنه؟ زمانی که بالای پایروویت یک گروپ امین نصب شد توسط انزایم الانین ترانسفریز
یا SGPT پایرویت به چی تبدیل میشه؟ به الانین تبدیل میشه. این پروسه ترانسامینیشن که از امین اسید های مخصوصا گلوتامیت و اسپارتیت و یا دیگه امین اسید هایی که در انساج مختلف ما ترانسامینیشن صورت میگیره، از و گروپ امین جدا میشه، بالای پایرویت نصب میشه. پایرویت به چی تبدیل میشه؟ الانین. الانین داخل دوران خون شده و میاد در جگر و در جگر دوباره پس برعکس همین انزایم از الانین گروپ امینش میکنه بالای وقتی که کندک بالای یک کیتو اسید یا زالاستیت یا الفا کیتو گلوتارید که نصب کرد چی میشه؟ به پایرووی تبدیل میشه. الانین به چی تبدیل میشه؟ به پایرووی تبدیل میشه. خب زمانی که به پایرویت تبدیل شد، پایرویت میره پروسه گلوکونوجنیز پیش میبره و به گلوکوز تبدیل میشه. بنان الانین مهمترین امین اسید گلوکوجنیک است و چون به خاطر انتقال گروپ امین از اکثریت انساج به جگر وظیفه انجام میده. به شکل الانین از پایرویت ساخته میشه و پس از الانین میتونه که پایرویت هم چی شود؟ ساخته شود. درست است؟ به شکل ببینید. خیلی الانین چه میشه؟ سنتز میشه در انساج مختلف ما. بالای پایرویت یک گروپ امین از امین اسید دیگه نصب میشه، پایرویت به الانین تبدیل میشه. الانین میاد داخل دوران خون، از اونجا میاد در جگر، در جگر پس پروسه برعکس میره، گروپ امینش کنده میشه، بالای یک کیت اسید و یا هم معمولا دی امینیشن میشه و الانین به چی تبدیل میشه؟ به پایرویت. پایرویت میره گلوکوز تولید میکنه. خب حال میایم امین اسید های را سر صحبت میکنیم که از جمله امین اسید های هستن که از پروسه کرب سایکل تولید میشن، یعنی از مرکبات بین البینیل کرب سایکل تولید میشن که از جمله گلوتامیت و گلوتامین است. البته گلوتامیت و گلوتامین از جمله امین اسید های بسیار مهم است که تقریبا 4 امین اسید دیگر را تولید میکنن. درست که 3 امین اسید دیگر ببخشن تولید میکنه که نمیره به نام خانواده گلوتامیت یاد میکنن یا گلوتامین. اگر کده گلوتامین یک جای بگیریم، 4 امین اسید از گلوتامیت تولید میشه و همچنان در انتقال گروپ امین گلوتامیت و گلوتامین نقش داره، که یعنی گروپ امین از انساج ما مختلف ما از کتابولیزم امین اسید های میگیرن، میارن به جگر انتقال میتن و در پروسه ترانسامینیشن و دی امینیشن یا پس گروپ امین به خاطر تشکل یوریا سایکل یا با پیشبرد یوریا سایکل میتن. بسیار مهم است. خب ای گلوتامیت از کجا به دست میاد؟ گلوتامیت از الفا کیتو گلوتارید یک مرکب بین البینی کرب سایکل گلوتامیت تولید میشه. گلوتامیت میتونه گلوتامین بده. گلوتامیت میره پرولین تولید میکنه. گلوتامیت میره اورنیتین تولید میکنه. اورنیتین هم یک امین اسید غیر استاندارد است که باز ما شما ایره در بخش یوریا سایکل میخوانیم و همین رقم ارجینین چی میکنن؟ تولید میکنن از گلوتامید. خب این چطور انجام میشه؟ هر گابالای الفا کیتو گلوتارید که این ترکیب کیمیاویش هست یک کیتو اسید است. ببینید کیتو اسید است، در اینجا گروپ کیتینوی داره، یک گروپ کاربوکسیل است یا هم گروپ کاربوکسیل است و در کاربون الفاش گروپ کیتونی داره. زمانی که گروپ امین بالای از این نصب میشه توسط انزایم گلوتامید دی هایدروجنیز، باعث میشه که گلوتامید چی شوه؟ تولید شوه. خب کوئنزایم خود میتونه که NADPH باشه و یا NADH باشه. درست؟ خب گلوتامید زمانی که تولید شد توسط انزایم گلوتامین سنتاز یک گروپ امین بالای گلوتامید وقتی که نصب میشه این گلوتامین تولید میشه. ای در اینجا ATP البته به مصرف میرسه، با مصرف انرژی گلوتامین انجام میشه و گلوتامین دوباره میتونه با ای که دیامینیشن صورت بگیره توسط گلوتامیناز گروپ امینش جدا شد و پس به گلوتامید تبدیل شود. که این بخ اهمیتی موضوعات اهمیتی تعاملات باز در کتابولیزم امین اسید ها که در بخش ترانس امینیشن دی امینیشن سرش به تفصیل صحبت میکنیم. حالا یک آشنایی پیدا کنید اونجا باز به تفصیل صحبت میکنیم. البته انزایم گلوتامینیز در کلیه ها بسیار نقش اساسی داره، چون امونیا رو وقتی که از گلوتامین جدا میکنه، امونیا به خاطر بفر ساختن پی اچ اسیدی بسیار نقش داره که امونیوم کلوراید و غیره رو میسازه و باعث برطرف شدن گروپ های هیدروژن های مثبت هم میشه. خب دیگه از اون جمله امین اسید
پرولین داریم، دیدیم که پرولین هم از چی تولید میشد؟ از گلوتامید. گلوتامید میتونه تا دو عملیه پرولین چی کنه؟ تولید کنه. در اینجا ببینین گلوتامید به گلوتامید سیمی الدی های تبدیل شد و خود به خود حلقه شدنشان صورت میگیره و بعد از او به پرولین تبدیل میشه. خیلی پرولین هم امین اسید غیر ضروری است چون از گلوتامید تولید میشه و گلوتامید هم دیدیم که از الفا کیتو گلوتارید و الفا کیتو گلوتارید از کجا؟ چون مرکب کرب سایکل است از گلوکوز تولید شده میتونه. و پرولین برعکس میتونه که مسیری را تولید کنه که گلوتامید را تولید کنه و گلوتامید بره پایروید، پایروید بره چی؟ پس گلوکوز جدید چی کنه؟ تولید کنه. خیلی چیزی که ما یاد ما باشه که پرولین هم از گلوتامید چی میشه؟ تولید میشه. خب دیگه امین اسید های غیر سندر داریم که البته در ترکیب پروتین ها موجود است، در ترکیب بسیار مهم که در ترکیب کلاژن هاست که بسیار کلاژن فعالیتش در فعالیت کلاژن ها نقش داره. کلاژن هم امین اسید های چی زنجیر های پروتینی یا پروتین های بسیار اساسی عضلات ما شما هست که از جمله فیبروس پروتین هاست. کلاژن هایدروکسی پرولین و هایدروکسی لایزین این دو امین اسید است. این دو امین اسید در ترکیب کلاژن وجود داره، اما زمانی که پرولین و لایزین در ترکیب پروتینی کلاژن داخل شدن در پروسه ترانسلیشن، بعد از او توسط انزیم های هایدروکسیلیز یا پرولایل هایدروکسیلیز یا لایزایل هایدروکسیلیز گروپ هایدروکسیل سر پرولین و لایزین نصب میشه. هایدروکسی لایزین و هایدروکسی پرولین چی میکنه؟ تولید میکنه که البته گروپ دیگه چی هستن؟ آهن نقش بسیار مهم داره و ویتامین سی نقش بسیار مهم داره. خب یه جمله امین اسید های غیر استاندارد است که یاد ما باشه و از این خاطر زمانی که ویتامین سی موجود نمی باشه به اندازه کافی هایدروکسی لایزین و هایدروکسی پرولین به ایجاد نمیشه. وقتی که ایجاد نشد فایبر های کلاژن با هم محکم شده نمیتونه و باعث میشه که عضلات چی شوه؟ سست شوه. که از جمله مثلا در بیره های ما چی به وجود میه؟ اما مرض اسکروی که خونریزی بیره ها به وجود میه که از کمبود ویتامین سی است به خاطر کلاژنشان. دیگه از جمله امین اسید های غیر ضروری امین اسید ارجینین است. امین اسید ارجینین هم ما شما دیدیم که از ابتدا از گلوتامید تشکیل میشه. گلوتامید یک تعداد تعاملات رو طی میکنه، ارجینین تولید میکنه. گلوتامید خودش از کجا به وجود اومده؟ از الفا کیتو گلوتارید. الفا کیتو گلوتارید مرکب بین البینی چی بود؟ کرب سایکل. و کرب سایکل از کجا به وجود میاد؟ از گلوکوز. ارجینین یک مرکب بین البینی است که در یوریا سایکل تشکیل میشه. خب یوریا سایکل فعلا زیاد سر صحبت نمیکنیم چون در درس های بعدی ما در پرزنتیشن های بعدی ما یوریا سایکل می ببینیم. زمانی که یوریا سایکل از امونیا و کاربون دای اکساید بالاخره تعاملات انجام میشه، اکتیدادش در میتوکندریا در تعامل و بعدیش در سایتوپلازم اتفاق میفته، بالاخره امین اسید ارجینین چی میشه؟ تولید میشه. امین اسید ارجینین باز هم میتونه که بشکنانه به چی تبدیل شه؟ امین اسید اورنیتین و یوریا را تشکیل بده که یوریا مرکب زایده بدن است که از بدن توسط ادرار اطراح میشه. خب ارجینین که از یوریا سایکل تشکیل میشه در اطفال به او اندازه نمی باشه که جوابگوی نشونموی اطفال باشه. بنان در اطفال از همین خاطر ما ضرورت داریم که ارجینین از طریق مواد غذایی هم بگیریم. اطفال باید از طریق مواد غذایی بگیرن تا ارجینین بدنشان تکمیل شه. ولی در بزرگ سالا میتن ارجینین که از یوریا سایکل تشکیل شوه یا چی شوه؟ تکافو کنه. البته سوالی میمونه که ارجینین خود ضرورت بود که اورنیتین پس بده و اورنیتین پس یوریا سایکل پیش میبرد. حالا که اگر ارجینینی که در بدن تولید میشه و برای در زنجیره پروتین ها نصب شوه، خیلی اورنیتین چطور میشه؟ از کجا تولید میشه که دیگه یوریا سایکل پیش بره؟ البته اورنیتین مستقیم از گلوتامید چی میشه؟ تولید میشه. البته گلوتامید سیمیالدیهاید تشکیل میده و سیمیالدیهاید به اورنیتین تبدیل میشه. بنان زمانی که ما با کمبود یا کاهش اورنیتین مواجه شیم، گلوتامید اورنیتین جدید چی میکنه؟ تولید میکنه. از این خاطر ارجینین میتونه برای سنتز پروتین ها مصرف شوه. یوریا سایکل البته در بحثش باز با تفصیل میخونیم که یوریا سایکل چی است. دیگه همین اسیدهای غیر ضروری اسپاراجین و اسپارتیت داریم. این از جمله تعاملات بسیار مهم بدن ماست
که نقش داره در نقش کلینیکی داره، توسط ای تاملات ما بعض تکالیف چی میکنیم، تست میکنیم. چی کار میشه؟ اگزالو اسیتیت از گلوتامید یک گروپ امین بالای اگزالو اسیتیت نصب میشه. اگزالو اسیتیت ببینین یک گروپ کاربوکسیل داره، یک گروپ کاربوکسیل داره و یک دانه کیتون در کاربون الفار خود داره، یک مرکب چهار کاربون است. اگزالو اسیتیت آیا یادتان است؟ اگزالو اسیتیت اولین مرکبی بود که کرب سایکل از شروع میشد. اگزالو اسیتیت با استال کوئنزایم یک جای میشد، کرب سایکل پیش میبرد. اما اگزالو اسیتیت است هرگاه بالای گروپ امین از گلوتامیت نصب شد، اگزال استیت به چی تبدیل میشه؟ به امین اسید جدید اسپارتیت. میبینید اینجا گروپ امین به جای گروپ کیتون نصب شد. ببینید گلوتامیده که گروپ امینش جدا شد، به کیتون به کیتو اسید مربوطه خود تبدیل شد، کنموره الفا کیتو گلوتاریت میگیم. این توسط انزایم های ترانس امینیز چه میشه این تعامل انجام میشه که البته انزایم مشخص زی به نام اسپارتیت امینو ترانسفریز است یا اسپارتیت ترانس امینیز است، AST مشخص AST است. از پارتیت چی میشه؟ تولید میشه. البته یک تعامل دو طرف است، رجی است. خب از پارتیت زمانی که تولید شد، از پارتیت توسط یک انزایم دیگه به نام اسپاراجین سنتیتیز میتونه اسپاراجین چی شود؟ تولید شود که اینجا ATP ما مصرف میشه، از خود سنتیتیز است، اسپاراجین سنتیتیز. چی میکنه؟ از گلوتامین این دفعه یک گروپ امین بالای اسپارتیت که نصب کرد، اینی قسمت بالا اینی گروپ OH اینی OH پاس میکنه با گروپ امین. اسپارتیت به چی تبدیل میشه؟ به امین اسید دیگه غیر ضروری، اسپاراجین. دی تاملام دی طرف چپا میبینی اسپارتیت به چی تبدیل شد؟ به اسپاراجین. اسپاراجین پاس میتونه که اسپارتیت تولید کنه توسط انزایم اسپارجینیز که بسیار مهم است. خب پس اسپارتیت و اسپاراجین از اگزال اسیتیت چی شد؟ تولید شد. اگزال استیت یک مرکب بین البینی چی است؟ جمله مرکبات کرب سایکل است دیگه. خب یک امین اسید دیگه غیر ضروری داریم که تایروزین است. این امین اسیدی است، امو امین اسیدی بود که نه از گلوکوز یعنی نه از مرکبات گلایکولایز است و نه از مرکبات کرب سایکل تولید میشد، بلکه از یک امین اسید ضروری دیگه تولید میشد که امین اسید به نام فینایل آلانین یاد میشه. فینایل آلانین توسط انزایم فینایل آلانین هیدروکسیلیز به چی تبدیل میشه؟ به تایروزین تبدیل میشه. ببینید تنها کار میشه که در گروپ فینول از یک دانه OH در موقع پارا چی میشه؟ نصب میشه. فینایل آلانین به تایروزین چی میشه؟ تبدیل میشه. درست است که در اینجا اکسیژن مولکولی نقش داره، تترا هیدرو بیوپیترین نقش داره که باز بعدن سر از در انبور ایرور آف میتابولیزم یعنی تشوشات میتابولیزم امین اسید ها سر از این بحث میکنیم که تشوش کدام تشوشات به وجود آورده میتونه. اما قدر یاد بگیرین که از فینال آلانین چی تولید میشه؟ تایروزین. هرگاه فینال آلانین در بدن ما از طریق مواد غذایی کم برسه، در مواد غذایی ما بندازی کافی نباشه، ما به کمبود تایروزین هم معمولا چه میشیم؟ مواجه میشیم. خب یک سه امین اسید ضروری داریم از نگاه غذایی ضروری هستند، لیوسین، ایزولیوسین و ولین. کی سه امین اسید؟ امین اسید های به نام برانچ چین امین اسید یا امین اسید هایی که با زنجیر منشعب هستند یاد میشن. این امین اسید ها 20 تا 25 الی 30 درصد مواد غذایی ما را تشکیل میده. امین اسید های مواد غذایی ما را این امین اسید ها امین اسید های انرژتیک بسیار زیاد هستند، در عضلات از یا انرژی تولید میشه، بنان مصرف از یا بسیار زیاد است، اما این در بدن ما به اندازه کافی تولید نمیشه. بنان از همین خاطر میگم که امین اسید های چی هستن؟ ضروری هستن که سریق مواد غذایی بگیریم. اما در صورتی که در غذای ما کیتو اسید های مربوطش موجود باشه، مثلا برای ولین حتی الفا کیتو ایزو ولریت اگه موجود باشه، میتونه توسط ترانس امینیشن مربوطش یا توسط انزایم ترانس امینیز مربوطش این همین کیتو اسید به ولین تبدیل شده. و اگر در صورت که الفا کیتو بیتا میتایل ولریت موجود باشه، کیتو اسید مربوطه ای میتونه ایزولیوسین تولید کنه. و اگر در صورت الفا کیتو ایزو کاپرویت موجود باشه، کیتو اسید مربوطه میتونه لیوسین تولید شه. اما چون این سه دانه کیتو اسید مربوطه در مواد غذایی ما به اندازه بسیار ناچیز موجود می باشه، بنان تولید این امین اسید ها در بدن بسیار ناچیز است، از این خاطر این امین اسید چی میشه؟ ضروری میشه، باید ما از طریق مواد غذایی را چی کنیم؟ بگیریم. و یک امین اسید 21 که به نام سلینوسیستین یاد میشه، این امین اسید هم در بدن ما ساخته میشه. اگه یادتان باشه که امین اسید در پروسه ترانسفورمیشن نصب میشه در پروتئین، در زنجیره پروتئینی که از
کد یو جی ای یک کستاب کدان است، از این کد استفاده میکرد. اگه یادتان باشه ایره ما سری صحبت کرده بودیم در بخش های قبلی. البته ای چطور این کار انجام میشه؟ این کار زمانی که تی آر ان ای مربوطه با سیرین یک جای میشه با امین اسید سیرین، بعد از اون امین اسید سیرین به امین اسید سیلین سیستین تبدیل میشه در خود تی آر ان ای، یعنی در بالای تی آر ان ای. این حال تی آر ان ای که سیلین سیستین داره میتونه کد یو جی ای را استفاده کنه و سیلین سیستین خود چی کنه؟ نصب کنه. درست است؟ به این شکل، یعنی در بالای تی آر ان ای مربوطه چی میشه؟ تولید میشه. خب این یه فرمول سیلین سیستین است. یک تعداد انزایم ها خصوصا در اکتیو سایت خودی سیلین سیستین داره، مثلا تیو ریدوکسین ریدکتیز انزایم و همیت گلوتادین پروکسیدیز انزایمی که در نقش در خونسا کردن هایتروجن پروکساید ها در روزیت ما داره. دی آی دی نیز امو انزایم هست که در تبدیل شدن تی 4 به تی 3 نقش رو ببخشین. اینجا این انزایم ها در قسمت فعال خود چی دارن؟ این امین اسید سیلین سیستین دارن که امین اسید سیلین سیستین ما گفتیم که در روی تی آر ان ای چی میشه؟ که تی آر ان ای سیرین باشه در روی ازی چی میشه؟ ساخته میشه. خب تشکر، امید است که موضوعات قابل فهم براتون بوده باشه. در پرزنتیشن های بعدی کتابولیزم امین اسید دار صحبت میکنیم که گروپ امین امین اسید ها چطور کتابولیزم میشن، جدا میشه ازشان به متابولیزم میرسه و امین رقم اسکلیت کاربونی از یا چطور به کتابولیزم میرسه و امراض یک تعداد امراض بسیار مختصر صحبت میکنیم که چطور از اشتباه در متابولیزم امین اسید در اشتباه در متابولیزم امین اسید ها این امراض به وجود میاد سرش در پرزنتیشن های بعدی صحبت خواهد کردیم. اوقات خوش.